کردن به این کبوس بیداری، دوباره صورتک ها و تفاوت های تکرار جونه آدم و آهنگ تو این تکرار بی پایان، نمیدونن کجا میرن، نمیدونن که چی میخوان، دارم سرگیجه میگیرم از این دنیای آشفته، تو عکسایی که میگیرم جهان بر عکس میفته، مسیر آرزوهامو دارم گم میکنم کم کم، دارم سرگیجه میگیرم میونه این همه آدم. با سلام به آقای بهبهانی عزیزم و شنوندگان ارجمند و با وفای برنامه های هفتگی، عنوان گزارش امشب من چنین است: دعوت شاه از دکتر صدیقی برای قبول پست نخست وزیری. دکتر صدیقی 4 شرط را برای قبول نخست وزیری پیشنهاد کرد که تا کنون فقط یکی از آن شرایط علنی شده است. من امشب سعی خواهم کرد که به اتکای اسناد و مدارک این 3 شرط دیگر رو به اطلاع شنوندگان برسانم. شهامت در لحظه های بی نظیر تاریخ. دعوت شاه از دکتر صدیقی در آذر ماه 1357 درست 2 ماه قبل از انقلاب صورت گرفت و 5 جلسه ادامه داشت که با کمال تأثیر و تأثیر این گفتگوها به نتیجه نرسید. زمانی می گفتیم تاریخ ما را هرودوت ها و دیگران می نویسند، آیا این بار هم باید دیگران برای ما تاریخ بنویسن؟ چه کسی تاریخ ما را خواهد نوشت؟ و چرا ما مثل کشورهای مترقی جهان بانک خاطرات نداریم؟ عرایض امشب من با بهره‌گیری از مصاحبه غلامرضا نجاتی با دکتر صدیقی، نوشته واقع بینانه استاد دکتر پرویز بابرپناه و یادنامه استاد صدیقی تحت عنوان همه هستیم نثار ایران و خاطرات شخصی خود من تهیه شده است. روی مسینجون از دکتر صدیقی برای تدریس در دانشگاه پاریس پس از کودتای 28 مرداد دعوت کرد، در حالی که بعد از کودتای 28 مرداد دکتر صدیقی در زندان بود و مقدور نبود که به فرانسه برود. دکتر صدیقی می گفت ایران وطن منه، من به ایران بودن خودم افتخار می کنم، حتی اگر این امر به بهای جان من تموم بشه، چون من هر که دارم از این آب و خاک دارم. امروز شما عزیزان را با یک سند از تاریخ معاصر ایران آشنا می کنم که تا کنون به خاطر حرمت و اعلی حضرت فقید به طور کامل رسانه‌ای نشده است و اکثریت مردم به طور دقیق و کامل از آن مطلع نشدند. تقریبا همه بزرگ سالان آگاه هستند که دکتر صدیقی دعوت پادشاه را برای احراز نخست وزیری به شرطی میپذیرفت که اعلی حضرت از کشور خارج نشوند، و چون اعلی حضرت مصمم به ترک ایران بودند لذا اصلا این موضوع منتفی گردید، در حالی که دکتر صدیقی برای این کار اینکه نخست وزیری بشه
چهار شهر را پیشنهاد کرد که پذیرفتن آن سه شهر مهمتر از عدم خروج پادشاه از ایران بود، که تا کنون با بهره‌گیری از مصاحبه سرهنگ غلام رضا نجاتی با استاد نوشته واقع بینانه استاد دکتر پرویز باورپناه، یادنامه استاد صدیقی تحت عنوان همه هستی من نثار ایران، از آنجا من از اینا استفاده کردم، خاطرات خودم را هم اضافه کردم. در هر حال از اونجا که ممکن است حتی بین میان سالان و نسل جوان ایران آن استاد را نشناسند، قبلا آن بزرگ جوار را معرفی می کنند. بعد با هم به جلسه گفتگوی استاد و پادشاه خواهیم رفت. دکتر غلام حسین صدیقی درجه دکترای خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده بود. اون جامعه شناسی را از فرانسه به فارسی برگرداند، یعنی ترجمه کرد به فارسی، که در سال 1351 یعنی میشه 42 سال قبل به دانشکده علوم اجتماعی در تهران تبدیل شد، که این بزرگترین خدمت علمی و فرهنگی استاد بود. او در حقیقت پدر جامعه شناسی در ایران است. او از بنیانگذاران کنگره هزاره ابوعلی سینا بود. او شریفترین سیاستمدار ایران، کمبانندترین پاکان روزگار بود. او به تمام معنا صدیق و دانشمند بود. از نظر اخلاق و وقار و شخصیت یکی از معدودترین مردان ایران بود که وقتی پا به هر جمعی میگذاشت پیر و جوان، عالم و عامی، تحت تأثیر آداب و کلام و وقار او قرار میگرفتند. دکتر صدیقی در کابینه دکتر محمد مصدق وزیر کشور بود و در آن زمان من خبرنگار رادیو تهران بودم که اداره تبلیغات و انتشارات درست نزدیک وزارت کشور در میدان ارگ بود و من که برای کسب خبر به وزارت کشور مراجعه می کردم یا اول هفته یکی دو بار سعادت دیدارشان نصیبم می شد. دکتر صدیقی در روزهای نخست وزارت کشور اغلب استانداران و فرماندارانی را که از تهران اعزام شده بودند به استانها و شهرها، اینها را اعزا کرد و گفت حاکمان شهرها باید از اهالی آن شهرها انتخاب شوند و حتی زبان مرد را بدانند. من به خاطر دارم بعد از رفع قائلی آذربایجان در سال 1325 میشه درست میشه الان 65 سال قبل که من برای گزارش خبر همراه پادشاه به آذربایجان رفتم، سپهبد شاهبخشی فرمانده لشکر آذربایجان شده بود و منصور الملک نخست وزیر سابق ایران شده بود استاندار تبریز که از تهران تعیین شده بود و کلمه ای زبان ترکی را نمیدانه. چون بندگان عزیزم همین الان یه خاطری از 60 سال قبل به یادم اومد که حیفم میاد برای شما نگم. البته نمیخوام این مقدمه طولانی باشه ولی خب چیکار کنم، این الان یادم اومده و ممکنه یادم بره. با جمعی از مدیران جراید وقت همراه با اعلی حضرت برای آغاز بهره برداری کارخانه چیپسازی بهشهر با شهرستان سفر کردیم. درست بود که 70 سال قبل این کارخانه یکی از کارخانجاتی بود که رضا شاه تبریز در ایران به وجود آورد، ولی این تاریخ دیگه آغاز بهره برداری بود که شاه میخواست بره و اونجا نوار سرنگ رو بیچی کنه و علنا بهره برداری رو آغاز کنه.
در مدخل شهر و در خیابان‌ها یعنی ده‌ها طاق نصرت زده بودند و چون قرار بود اعلی حضرت در ساعت 4 بعد از ظهر برای بازی تشریف ببرند، زور بود که من سرگرم دیدن طاق نصرت‌ها در خیابان بودم. یک دفعه دیدم یه شخصی از پشت سر دوتا دستش گوشته چشمای منو گرفته و میگه بگو من کی هستم. من حاجزات شده بودم چون در نشهر من اصلا کسی رو نمیشناختم. دور گفتم اصلا بگو تو کی هستی؟ گفت من همکلاس قدیمی تو در مدرسه شرف بودم، فعلا هم شهردار بهشهرم. گفتم فامیل چیست؟ گفت نمیدن. بالاخره اینقدر اصرار کردم تا دستش رو از این چشم برداشت. من خاجوی یک همکلاسم را دیدم، پرسیدم آخه تو چطور اینجا بخشدار شده ای؟ در جوابم گفت چون من داماد استاندارم، دختر استاندار را عروسی کردم و بخشدار این منطقه شدم. بعد من گفت اصلا تو نمیدونی یک بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تصویب استاندار انتخاب میشه. گفتم خیلی خوب، ما نمیدونستیم، باری کلتر مبارکه. اما من پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم مخبر رادیو تهران هستم. خوشحال شد، خندید، دست زد به پشت من. گفت حتما بگو که به دستور بخشدار از سه هفته قبل تا حالا این طاق نصرت ها بسته شده بود و همه خانواده ها تمام فرشای خونهشون رو دادن و ما بستیم به این طاق نصرت ها که به این زیبایی شده. گفتم چشم. شرمندگان عزیزم، به این ترتیب مشاهده میکنیم که حتی بخشدارها هم فرمایشی بودن و اقدام این استاد در انتخاب از انتخابات ایالتی و ولایتی را صد درصد در اختیار ساکنین بود و داشت. حالا ببینید که چی کار واقعا منطقی و اصولی بود. خاطر دیگه دارم از این استاد، این استاد سال خورده و اسطوره دانش و اونه که برایتون روایت میکنه. یه مقدمه تموم میشه، میریم سر مطلب اساس که واقعا خیلی جای حرف داره. در یکی از روزهای بهار سال 57، روز 7 ماه قبل از انقلاب، دکتر غلام حسین صدیقی استاد جامعه شناسی در کلاس درس سرگرم درس دادن بود که یکی از دانشجویان بلند میشه از جاش میپرسه استاد یه روزها در کشور انقلاب شده، شما چرا مثل دکتر شریعتی از انقلاب حرفی نمیزنید؟ فقط چسبیدین به این جزوه های خودتون. استاد که انتظار چنین رفتاری را از یک دانشجو نداشت، همچنان که گوش میداد درسش را رها کرد و گفت آقای مهدوی، می توانید بگویید که آقای شریعتی و آن انقلابی که شما میگویید چه میگویند و چه میخواهند؟ مهدوی دانشجو گفت استاد، آنها آزادی و عدالت میخواهند. استاد گفت آقای مهدوی، از درون هیچ انقلابی آزادی و عدالت بیرون نیامده است. انقلاب ها شبیه جنگ های داخلی هستند که اگر گروهی بر گروه دیگر پیروز شود، آن گروه شکست خورده را شبیه جنگ های شبیه جنگ با خارجی ها همه را سرکوب میکنند و سپس هر کس که مخالفشان باشد آنان را نیز سرکوب خواهند کرد تا آنجا پیش می روند، زیرا که همراه انقلاب نه عدالتی پدید می آید و نه امکان ظهور آزادی، به خصوص آنکه رهبران انقلاب اگر آقایان روحانی باشند و سپاه آن انقلاب مردم مسلمان ایران را آنگاه بدترین انقلاب جهان می خواهد داد. سپس
حالت پرسشی و آقای مهدوی نگاه کرد و گفت آقای مهدوی، میدانی اگر این آقایانی که شما از آنها نام میبرید یعنی روحانیون به حکومت برسند چه خواهد کرد؟ من حالا براتون میگم آنچه اعراب و مغلها جدا جداگانه با مردم ایران کردند، اینها یک جا خواهند کرد، همه را، حتی این آقای دکتر شریعتی را که من خودم شخصا توصیه کردم در دانشگاه مشهد استخدامش کنند، او را هم از تیر خواهند گذران، او را هم خواهند کشت. اینها را من از روی تجارب تاریخی ایران و جهان میگویم و تا خواهم کوشید که از وقوع چنین حادثه‌ای پیش گیری شود. درباره دعوت شاه از دکتر صدیقی برای قبول سمت نخست وزیری و تشکیل کابینه ائتلاف ملی، چه در آن زمان بحرانی چه در سالهای بعد از سال 57، در روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها مطالبی آمده است که نمی توان گفت تمام واقعیات نوشته شده است. شاه در خاطرات خودش از دکتر صدیقی به عنوان یک وطن پرست یاد کرده است. شاه می نویسد دکتر صدیقی تنها کسی بود که در آن شرایط از من مصرانه میخواست کشور را ترک نکنم، ولی نظر اون این بود که من اختیارات خودم را به یک شورای سلطنتی تفویض نمایم. اون پیشنهاد به این معنا بود که من شایستگی، توانایی و لیاقت انجام وظیفه سلطنت را ندارم. زندگیات صدیقی در هنگام خطر خود را سرباز راه آزادی و سعادت ملت ایران می‌دارد. با همه وجود همه هستی خود را نثار ایران می‌کرد. او گفته است سیاستمدار یا سیاست شناس، که به نظر خود دکتر صدیقیه، مسئول و خدمتگزار وجاهت ملی را قطعاً برای داخل گور خودش لازم ندارد و اگر زمان خوبی برای سرمایه مهم و ایجاد بتوان تعیین کرد، آن زمان حتماً لحظاتی است که کشتی ملک و ملت در گرداب مرگ، چه مرگی، آن هم مرگی واقعا خطرناک نشسته است. در این زمینه در هنگ غلامرضای نجاتی مصاحبه خود را با استاد دکتر صدیقی در صفحه 321 از جلد دوم کتاب تاریخی سیاسی 25 ساله ایران چنین آورده است. دکتر صدیقی میگه به شاه گفتم خیر و صلاح کشور در این است که شما از قلم رو به ایران خارج نشدید و در صورت بزرگ به جزیره کیش بروید و با کسانی که مورد اعتماد جامعه هستند بیایید و مشورت کنید. هنگامی که مسائل و منافع مملکت در میان است باید فداکاری کرد و از همه چیز گذشت. شاه با حالتی وحشت زده گفت بله آقا، گذشت از چی؟ دکتر صدیقی را دکتر صدیقی با مناعت تق پاسخ میده گذشت از همه آن چیزهایی که بناحق در 25 سال اخیر در ید قدرت مقام غیر مسئول مملکت یعنی شاه قرار گرفته است. گذشت از ثروتی که بی سبب در خزانه شخص شاه گرد آمده است. گذشت از حمایت مردان و زنانی که جز فساد و خیانت
در این سالها کاری نکردند. گذشت از اهل بیتی که باعث بدنام شدن خاندان سلطنت شدند. من یقین داشتم با رفتن شاه از ایران به ترتیبی که رفت، ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی می شدند، سلاح‌های فراوانی به دست نااهلان می افتاد، امنیت مملکت دچار مخاطره می شد، دشمنان ایران سر بلند می کردند. با مشکلاتی زیادی روبرو می شدیم. من تصدیق می کنم که ارتش و نیروهای انتظامی مردمی نبودند. شاه با عنوان تشریفاتی فرمانده کل قوا ارتش را به منظور انجام مقاصد خود در اختیار گرفته بود. بیشتر افسران در رده های بالا صلاحیت ادامه خدمت نداشتند، ولی این ارتش هرچه بود در اختیار شاه قرار داشت و از او فرمان می گرفت. در نتیجه با رفتن شاه متلاشی می شد که دیدید و همگان دیدند که همینطور هم شد. سوی تغییر نشود، من ماندن شاه را به طور موقت به صلاح مملکت می دانستم. من خود سالیان دراز علیه استبداد شاه مبارزه کردم. پنج به فرمان شاه زندانی شدم، ولی معتقد بودم که در آن شرایط اوضاع باید ارتش را حفظ کرد. من دایه نخست وزیری نداشتم، اصلا خدمت به مملکت بود و آینده نشان داد که تا چقدر من محق بودم. چگونگی دیدار شاه و دکتر صدیقی در کتاب همه هستی من نثار ایران، یادنامه استاد دکتر غلام حسین صدیقی، شرکت انتشاراتی چاپخش، چنین آمده است که در آذر ماه 1357، دو ماه قبل از انقلاب که اوضاع کشور به مراحل بحرانی رسیده، دولت نظامی اظهاری عملاً شکست خورده بود، روزی دکتر امینی در دیدار با شاه نام دکتر صدیقی را برای نخست وزیری به میان آورد. وزیر کشور دکتر مصدق، جامعه شناس برجسته و مؤمن به قانون اساسی که مدتی از سیاست رانده شده و به تدریس و تحقیق مشغول بود، مقاله هایش در نشریه های خارج از ایران به چاپ می رسید و در تدوین لغتنامه خدا در ایران همکاری می کرد. هنگامی که نام دکتر صدیقی برده شد، شاه با عصبانیت گفت: صدیقی، حالا کار من به جایی رسیده که از این میرزای جامعه شناس کمک بخواهم؟ دکتر امینی گفت: اعلی حضرت، مملکت است که به اون نیاز دارد، مسئله شما در بین نیست، مسئله وطن است، مردم هستند. شاه یک شب در این باره فکر کرد، در انجام به دکتر امینی اطلاع داد که حاضر از صدیقی را ببیند. دکتر امینی و عبدالله انتظام با دکتر صدیقی تماس گرفتند، سپس به دیدارش رفتند. استاد دلنگران برای ایران با معیارهای انسانی خود حوادث را ارزیابی می‌کرد و وقتی صحبت از ملاقات او با شاه شد، با کمال احترام گفت: او را می‌بینم تا حرفهایم را بزنم، ولی شرطش این است که شما، هر دوی شما، حاضر باشید در یک روز سرد، آن هم در آذر ماه، 45 روز قبل از پیروزی انقلاب، دکتر صدیقی به اتفاق امینی و عبدالله انتظام به دیدن شاه رفتند. ملاقات کاملا خوش و رسمی بود. صدیقی نشست، شاه شروع به سخن گفتن کرد: در این مدت چنین کردید آقای دکتر؟ این سؤال اعلی حضرت بود.
ظاهرا در دانشگاه مشغول تدریس بودید، این دنباله سوال شاد بودید. دکتر صدیقی پاسخ داد: به لطف اعلی حضرت گاه در زندان قلعه و قصر بودم، گاه در حصاری که ساواک شما در دانشگاه و گرد خانه هم برپا کرده بود. اینجوری روز و گازی گذارندم که نتیجهش حاجد حضرت عالی شده است. شاک و گلایه ها را کنار بگذارید، باید وطن را نجات داد. دکتر صدیقی گفت: برای نجات وطن نمی شود گذشته ها را کنار گذاشت. اعلی حضرت، شما اگر مطابق قانون اساسی رفتار کرده بودی، امروز کسی علیه قانون اساسی و شخص شما سخن نمی گفت. شما نخواستید پادشاه مشروطه باشید، خواستید حکومت کنید و همین باعث بی اعتباری سلطنت شد. مردم به سلطنت مؤمن بودند. شما کاری کردید که دولتی ها تبدیل به کارگزاران شاه شدند، نه کارگزاران و کارمندان مملکت، نه خدمتگزاران ملت. با این روش، با این روش معلومه که مردم شما را مسئول خرابی ها بدانند. شاه مدتی فکر کرد، گفت: آقای دکتر، مگر ما به شما و دکتر مصدق اختیارات ندادیم؟ استاد سال خورده که با شنیدن نام مصدق به لرزه افتاده بود پاسخ داد: شما اشتباه میکنید آقا، مصدق مردی بزرگ با رفته بود. او هرگز خواب و خیالی برای شما ندیده بود. در 25 مرداد بعد از کودتای شما همه با او فشار آوردن که سلطنت را ملغا کند، ولی او این کار را با وجود این که میتوانست نکرد. او و من به قانون اساسی ایمان داشتیم. قانون اساسی در روزی تصویب شد که من به دنیا آمدم، لذا هیچگاه به این قانون، این قانون مقدس پشت نکردم. شما و دستگاه شما ایران را از هر جهت، از هر جهت و از هر چه مرد بود خالی کردید. دکتر صدیقی عصبانی شده بود. شاه این مطلب را دریافت، سکوت کرد. شاه پس از سخنان دکتر صدیقی که کاملا عصبانی بود گفت: تمام میکنم، من اگر از شما دعوت به نخست وزیری بکنم، برای نجات کشور قادر به قادر هستید، قدم به پیش خواهید گذاشت. دکتر صدیقی با تعمل پاسخ داد: من برای نجات وطنم حاضرم جانم را و این دو پاره استخوان ناشیز را فدا کنم، ولی امروز باید دید چه چیز در خطر است، مملکت یا مسائل گروهی. اگر میخواهید که واقعا مملکت به آرامش برسد و کار از این بدتر نشود، نخست باید خودتان گذشت کنید. باید از همه آن چیزهایی که به ناحق در این 25 سال اخیر در ید مقام غیر مسئول مملکت یعنی شاه قرار گرفت گذشت کنید. باید از ثروتی که این سبب در خزانه شخصی شما گرد آمده است گذشت کنید. باید از حمایت از مردان و زنانی که جز فساد و خیانت در این سالها کاری نکردن گذشت کنید. شاه که متوجه شده بود دکتر صدیقی تا حدودی ناراحت است، سعی کرد با او رشته ارتباط را دوباره برقرار کند. لذا با تبسمی گفت: خب دکتر، شرط دیگر شما برای قبول نخست وزیری چیست؟ دکتر صدیقی پاسخ داد: البته من باید مدتی فکر کنم، ولی اعتقاد من اولین شرط برای آرام شدن کشور تشکیل شورای سلطنت و استراحت کردن حضرت عالی است. شاه گفت: چی؟ شورای سلطنت؟
آن هم در زمان حیات من. مگر آدم زنده وکیل و وسیع میخواد که بس زرنگی کرد و افسود؟ شما معتقدید که من باید از ایران بروم و شورای سلطنت تشکیل شود یا در ایران بمانم؟ دکتر صدیقی پاسخ داد: مهم تفصیل اختیارات شما به شورای سلطنت است. در کجا بودن شما اصلا چندان مهم نیست. مسئله مهم وجود هیئتی از سوی دولت نزد شما که در واقع کار را لیبرال کند. همچنین لغو حکومت نظامی شاه. شاه فرق آشفت و گفت: میخواهید مرا شما کنترل کنید؟ دکتر صدیقی گفت: فرص کنترل بعضی از مفسدین است که امکان دارد اعلی حضرت را دچار خیالات ناسباب کنند و خدای ناکرده وضعی شبیه به 28 مرداد به وجود آورند. در انجام در آخرین و پنجمین ملاقات با شاه که در هفته دیماه 1357 یعنی 45 روز قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفت، دکتر صدیقی چند شرط را برای قبول نخست وزیری مطرح کرد. نخست اینکه شاه به منظور کنترل ارتش در ایران بماند و در صورت لزوم به جزیره پیش برود. دوم اینکه شورای سلطنت تشکیل شود تا به امور مربوط به مقام سلطنت بپردازد و نقش رابطه با شاه را ایفا کند. سوم اینکه دارایی های خانواده سلطنتی تماما به دولت واگذار گردد، بازگردانده شود. و دیگر اینکه افسران ارشد ارتش که در سرکوب مخالفان دولت دخالت داشتند همشون ماتمه شدند. در انجام همچند از مشاوران ارتش معتقد بودن که صدیقی مرد این میدان نیست. نخست به دلیل اینکه سال خورده است. دوم به علت پایبند بودن بیش از اندازه او به قانون و مهمتر اینکه نظامیان حاضر نبودند دستورات مرزی را اطاعت کنند. ببخشید که روزداری دست راست دکتر مصدق بود و هرگز از این را از رهبر ملی ایران روی بر نیافته است. شاه بر سر دوراهی قرار گرفته بود. نمیدانست آیا این خطر را بپذیرد، کشور را به دست مردی بسپارد که 25 سال گذشته بزرگترین ناراحتی ها، شکنجه ها، زندان ها را تحمل کرده است، یا پیشنهاد نظامیان را بپذیرد و ارتش قدسی را بر سر کار آورد. شاه هیچ کدام از این پیشنهاد را نپذیرفت. در نتیجه دکتر صدیقی انصراف خود را از قبول نخست وزیری اعلام کرد. پس از پیروزی انقلاب مهندس بازرگان از دکتر صدیقی برای شرکت در دولت موقت دعوت کرد. مورد قبول استاد قرار نگرفت. دکتر غلام حسین صدیقی را میتوان یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران تاریخ معاصر به شمار آورد که همیشه نام نیکش در تاریخ ایران خواهد ماند. قیام مردانی مانند صدیقی برای نصر امروز این است که حتی در بدترین شرایط باید برای رسیدن به آزادی و دموکراسی مبارزه کرد. از ناملایمتی ها نترسید، ناامید نشد و پاکی و شرافت خود را حفظ کرد، زیرا هر مبارز به سهم خود در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی تأثیر گذار است و لازم نیست که انسان نتیجه تلاش هایش را در زمان زندگی خود مشاهده کند. تاریخ بهترین داور است. برگز اشتباه نمی کند.
روانشناس دکتر شمس‌الدین امیرعلایی در شب 42 درگذشت استاد دکتر صدیقی گفت درباره دکتر صدیقی که در برهه‌ای از زمان همسنگر و همفکر دکتر مصدق بزرگ بود و صفات پسندیده او باید بگویم انسانی به حد کمال و دوستی کم مثال بود. دانش و اخلاق او هر دل در یک جا قرار داشت. روی یک خط منطبق کار میکرد. دانشمندی که دانشش در خدمت وطن بود، او شاگرد مکتب مصدق بود، یعنی مکتب تقوا، فداکاری، میهن دوستی، شرف و ضد استعمار، ضد بیگانه پرستی، جویای حق و آرزوی حقیقت. دکتر صدیقی از جمله اشخاص نیکنام میباشد که پاک به دنیا آمد و پاک از دنیا رفت. خانشکر من به دانت زد در فاطمه ببینید که دکتر پرویز بابرفنا در مورد درگذشت دکتر صدیقی چی گفته است. او نوشته است قلب کفنده این اسطوره دانش روز دوشنبه نهم اردیب هشت 1370 در تهران از تفش بازش داد. عشق ایران آنچنان در جان او ریشه داشت که در آخرین لحظات در زیر چادر اکسیژن فریاد برآورد پاینده باد ایران. پیکر صدیقی روز دهم اردیبهشت 1370 در میان اندوه چند هزار نفری از دوستدارانش در حالی که در تابوتی پیچیده در پرچم سرنگ ایران که اون در دوستدارانش در حالی که این دوستدارانش در حالی که در تابوتی پیچیده در پرچم سرنگ ایران بود تمام عمرش بی حد و مرز آن را می پرستید که ابتداب تجعیی گردید و در آنجا به خاک سپرده شد. صدیقی نمونه عالی آن شخصیتی است که در عرف سیاسی ما رجل ملی نامیده می شود و مثال برترین آن در ذهن ما همین مصدق است. امروز بر مزار آن استاد عشق و اندیشه تنها سنگ خارایی روی آن عبارت دکتر غلام حسین صدیقی بر آن حک شده است. اون خودنمایی می کند و دیگر هیچ. با سپاس و تشکر از آقای بهبانی عزیزم و از صبر و شکیبایی شما شنوندگان عزیز که این روایت تأثر آور را گوش کردید. عنوان برنامه آینده من اینه: سه پادشاه در فرنگ. ناصر الدین شاه قاجار، مظفر الدین شاه قاجار، محمد رضا شاه پهلوی. روز و روزگارتان